يا علي 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 يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين هيدر هيدر يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين هيدر هيدر. این برنامه دو تا هدف رو پیگیری میکنه. هدف اول یک سری سوالاتی برای ما شیعیان مطرح است نسبت به اهل تسنن. یه عالم دینی باید همون چیزی را که میداند به مردم ابلاغ کنه. خب اینها نمیکنن به هر دلیلی. ما این کار انجام میدیم. لذا هدف دوم ما از این برنامه این است که واقعیت هایی رو نه تنها به شکل گفتاری، نه به شکل تصویری. شما هم اگر معتقده به قرآن نیستید، مگه ادعا نمی کنید که قرآن کتاب خداست و هر چه در این قرآن هست باید مورد عمل قرار بگیره؟ ما کاری به شیعه و سنی نداریم. عقل خودتون حاکم کنید. چرا اهل تسنن نعوذ بالله فهم، درک و شعور پیغمبر رو پایین تر از ابوبکر و عمر میدانند؟ واقعا برای ما جای سوال است. تک تک سوال ها رو میایم مطرح میکنیم، نه با قصد و غرض خاصی، نه فقط به عنوانی که بدونیم. بالاخره ما هم در بحث تحقیق، در بحث پژوهش، وقتی به کتب اهل تسنن مراجعه میکنیم یه سوالاتی برای ما پیش میاد. چند بار از این مولوی اهل سنت شنیدید که در کتاب صحیح مسلم حدیث داریم که عمر ابن الخطاب حکم تیمم رو نمیدانست؟ چند بار به شما گفتن که در صحیح بخاری حدیث داریم که عمر ابن الخطاب بدعت گذار؟ چند بار به شما گفتن در صحیح بخاری حدیث داریم که فاطمه زهرا سلام الله علیها با ابوبکر درگیری پیدا کرد و با عرض کنم که ابوبکر قهر کرد، قطع کلام کرد، حتی اجازه نداد ابوبکر بر جنازه ایشون نماز بخونه؟ اینا رو کی به شما گفته؟ خلیفه ای که از اولیات دین خبر نداره چطور میتونه برای شما ملاک تدین باشه؟ دریغ از یک جواب. اگر کسی پیدا شد و به این سوالات پاسخ داد، بنده همینجا اعلام میکنم حاضرم دست از تشیع بردارم و سنی بشم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت همه بینندگان عزیز و آرزوی توفیقات روزافزون. شما شاهد یکی دیگر از سری برنامه‌های دریغ از یک جواب هستید. در جلسه گذشته بحث تقریبا ناتمام موند و ادامهش رو به این جلسه موکول کردیم. سوال ما از اهل تسنن این بود که حدیثی در صحیح بخاری و مسلم نقل شده که طبق اون حدیث رسما عمر ابن الخطاب به بدعت گذاری متهم شده. از صحیح بخاری ما دیشب حدیث رو نقل کردیم. حالا سوال ما این است که آیا اهل تسنن، آیا مکتب تسنن، آیا عمر ابن الخطاب حلال خدا را حرام کرد یا صحیح بخاری و مسلم دروغ میگوید؟ اینو خوب دقت کنید. ما دیشب از صحیح بخاری حدیث نقل کردیم که راوی اینطور نقل میکرد که آیه جواز ازدواج موقت نازل شد، آیه جواز متع نازل شد و هیچ آیه هم بعد از اون نیامد که این جائز بودن و حلال بودن رو نسخ کنه و حرام کنه. پیغمبر هم نهی از این عمل انجام نداد تا اینکه پیغمبر از دنیا رفت و بعد از پیغمبر یه شخصی به نظر خودش این رو حرام کرد. وقت کتاب رو هم نشون دادیم، از رو هم خوندیم که اون شخص آقای بخاری گفت و عمر ابن الخطاب، عمر ابن الخطاب است. حالا سوال من این است که کسی که رسما با آیات الهی مخالفت میکنه، کسی که طبق نقل بخاری عرض کنم
حلال خدا را حرام می کند، این لیاقت رهبری داره، این لیاقت داره که مسلمان های امروز دینشون را از این آقا بگیرن. امروز من همین حدیث رو از صحیح مسلم برای شما بخوانم. البته دیگه متن یکیست، صفحات متعددی جناب مسلم در صحیحش همین حدیث رو با سندهای مختلف بیان کرده که چی؟ که متعه حلال بوده، عمر حرام کرده. قرآن متعه رو حلال دونسته، قرآن ازدواج موقت رو جائز دونسته، پیغمبرم جائز دونسته، اما عمر ابن الخطاب عرض کنم که این حلال خدا رو حرام کرده. صحیح مسلم که دیشب البته آدرس چم عرض کردیم، امشب تصویر کتاب رو هم به شما نشون بدیم، کتاب الحج باب و جواز تمتع، یک بابی رو جناب مسلم باز کرده که آقا متعه جائز است. این رو خوب دقت کنید، با این چاپ بگید دست ما هست، جلد 2 صفحه 896 چاپ دارالکتب العلمیه. خب جناب مسلم 7-8-10 تا حدیث تقریبا بیان کرده و همون چیزی که ما دیشب از رو از کتاب صحیح بخاری خوندیم ایشون هم بهش اعتراف دارد. ببینید که دیگه من دیگه تک تک احادیث چون برای شما نخونم. باب و جواز تمتع، یک صفحه، این دو صفحه، اینها همه احادیثی است با سندهای مختلف. ببینید عرض کنم که یه مقدار بیشتر دوربین اگر روش زون کنه که عزیزان دقت کنن، همون چیزی که ما دیشب خوندیم اینجا به سندهای مختلف هست. تا اینجا دقیقاً احادیثی است که اثبات میکند متعه ازدواج موقت جائز بوده، حلال بوده، قرآن هم حلال اعلام کرده، پیغمبر هم حرام نکرده، اما عمر ابن الخطاب از روی نظر شخصیش حلال خدا را عرض کنم که حرام کرده. دقیقا ببینید یک ورق، دو ورق و این مقدارم که اینجا هست. خب حالا سوال من این است که اهل تسنن آیا تا به حال به شما گفته بودن که خلیفه دوم حلال خدا را حرام کرده؟ حالا یه حدیث جالبتر از صحیح مسلم بخوانم که بدانید ایشون چقدر برای حکم خدا احترام قائل بوده، چقدر مطیع فرمان الهی بوده که وقتی ازش میپرسن و عرض کنم که ارائه میکنن که آقا چرا این حکم خدا را حرام کردی، یه جوابی میده که بسیار جالب است. در همین کتاب صحیح مسلم، همون کتاب الحج که باز من دو مرتبه کتاب رو نشون بدم، باب فی نسخ تحلیل من الاحرام، در اون چاپ دست من جلد 2 صفحه 896، در اینجا حدیثی نقل کرده جناب مسلم که ماهیت تقید خلیفه به حکم خدا رو روشن می کند. دقت کنید، ان ابی موسا، راوی قضیه ابی موسا است، انه کان یفتی بالمتعه، آقای ابو موسا فتوا میداد به جواز متعه، یعنی هر جا می نشست می گفت آقا ازدواج موقت جائز است، حلال خداست و این کار رو انجام بدید. فقال له رجلون، یا آقای بهش گفت رویدک به بعض فتیاک، جناب ابو موسا این فتواهایی که میدی یه مقداری احتیاط کن، همین جوری عرض کنم که دهانت رو باز نکن و فتوا بده. فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ امیر المؤمنین فِي النُّسُكِ، مگر نمیدونی که امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب چه فتوایی داده، چه حکمی نازل کرده، عرض کنم که چه حکمی رو صادر کرده. حتی لقیه بعدو، یا آقای ابو موسا میگه که من یه وقتی با عمر ابن الخطاب ملاقات کردم، فسألهو، ازش سوال کردم که تو در بحث متعه چه بحثی رو، چه فتوایی رو صادر کردی، چه حکمی دادی؟ فقال عمر، عمر گفت قد علمت ان النبی قد فعله، اهل تسنن خوب دقت کنن این تکه رو، بدانن دارن از کی پیروی میکنن، بفهمن که رهبرشون، مقتداشون، همون کسی که یک عمر عرض کنم که چشم بسته پیش هستن چه آدمی است. عمر چی میگه؟ فقال عمر قد علمت ان النبی قد فعله، میدانم که پیغمبر متعه رو انجام میداد
و اصحابه، اصحابش هم مطع انجام میدادن. ولیکن کره تو ان یظلوا معرسین بهن فی العراک، لیکن من خوشم نمیاد که مردم برن عرض کنم که قطره های آب از سرشون بچی که عراک یک نام یک درختی است در یک جایی از یه منطقه ای. که خلاصه این جمله است این است که عمر ابن الخطاب میگه من خوشم نمیاد که مردم مت انجام بدن، ثم یروحون فی الحج تقطر رؤوسهم، سپس بیان به حج و قطرات آب غسل از سرشون بچیکد. خیلی جالبه، جناب خلیفه تو چه کاری که خوشت نیاد؟ خدا گفته حلال است، پیغمبر گفته حلال است، حتی صحابه هم انجام میدادن. مگر دین خدا بازیچه دست شماست که میگی کره تو من خوشم نمیاد؟ آقایون اهل تسنن، کسانی که اینقدر تعصب دارید نسبت به خلیفه دوم، خلیفه همین آقایی است که حاضر است به خاطر خوشایند خودش حکم خدا را از بین ببره. امروز تمام کسانی که مبتلا به معصیت زنا میشن مقصر کیه؟ مقصر همون کسی است که حلال مسلم خدا را حرام کرد. کسانی که امروز آلوده به گناه زنا میشن به خاطر چیست؟ به خاطر که این حلال حرام شد. لذا من سوالم این است، آیون اهل تسنن، آیا شما عمر ابن الخطاب رو جانشین پیغمبر میدانید یا پیغمبر؟ اگر جانشین پیغمبر است باید از دستورات پیغمبر اکرم اطاعت کنه، باید مطیع کامل خدا و رسول باشه و از روی هوا و هوس دست به تغییر و تبدیل حکم خدا نزند. کسی که خودشو جانشین پیغمبر میدونه دیگه معنا نداره بگه آقا من میدونم پیغمبر چنین کرده، میدونم حلاله، میدونم اصحابم مت انجام میدادن، میدونم که اینها ازدواج موقت رو جایز میدونستن، ولیکن کره تو من خوشم نمیاد. شما چه کاری؟ اگر بنا باشه امروز حکمی از احکام خدا رو به خاطر خوش نیامدن شما تغییر بدی، فردا خلیفه دیگه بیاد حکم دیگه رو تغییر بده، بعد خلیفه بعدی بیاد حکم دیگه تغییر بده، دیگه از اسلام چه باقی خواهد موند؟ پس اگر شما عمر ابن الخطاب را پیغمبر نمیدانید، جانشین پیغمبر میدانید، باید معتقد باشید که مطیع دستورات خدا و پیغمبر باشه. اما مسلم داره حدیث نقل کرد، نشان شما دادم، دروغ هم نبود، چشمندی هم نبود، از رو کتاب خوندم که گفت میدانم حلال است، من خوشم نمیاد. مگر اینکه نه، معتقد باشید آقای عمر ابن الخطاب پیغمبر است، معتقد باشید بعد از پیغمبر اکرم نبوت از بین نرفته، نبوت ختم نشده، پیغمبر بعد از پیغمبر عرض کنم که عمر ابن الخطاب است. لذا اینجا جا دارد که این نکته رو هم ما سفارش کنیم و تو بهش اشاره کنیم. چرا پس شما به شیعیان تهمت میزنید که شما علی ابن ابی طالب رو پیغمبر میدانید؟ در واقع اینجا یه تهمتی است ناروا به شیعیان. شما به اینطور به مردم القا کردین که شیعیان در نمازهاشون بعد از آنی که سلام نماز رو میدن، یعنی به جای سلام نماز سه مرتبه میگن خان الامین. یعنی چی؟ یعنی جبرئیل امین خیانت کرد، بنا بود وحی رو به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام برساند، خیانت کرد، به پیغمبر اکرم رسانید. این دروغ رو شما بین مردم سنی مذهب پخش کردید و حال اینکه باطل است و باطل است و باطل است. بیا نگاه کنین دو رکعت نماز بخونه یه بچه شیعه، ببینید اصلا در انتهای نماز این جمله را شنیده چه اینکه بخواد عمل کنه. خب شما این تهمت رو به ما میزنید، به تشیع میزنید که شما معتقدید بنا بوده علی ابن ابی طالب علیه السلام پیغمبر باشه. اما اینجا ظاهرا این تهمت به خودتون برمیگرده، این واقعیت به خودتون برمیگرده. شمایی که معتقدید عمر ابن الخطاب اجازه دارد دست در احکام الهی ببرد، حلال خدا را حرام کند، کسی که چنین اعتقادی داره، این آقا معتقد است که خلیفه، عرض کنم که عمر ابن الخطاب خلیفه نیست بلکه پیغمبر است. خب این سوال رو برید بپرسید، ما منتظر جواب هستیم. این دوتا حدیثی که در بخاری آوردیم، در مسلم آوردیم و در ضمن اثبات کردیم که عمر ابن الخطاب حکم خدا، حلال خدا رو حرام کرد، بپرسید از مولوی هاتون جوابشو بیارید، ما هم استفاده میکنیم. امیدواریم انشاءالله خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.